אני חושב אני זאתי כבר שנעשי עכשיו שוב אני זו נקדם שישתה זה ג'ון גודם ארטי כשנועד עוד אבל שווה נפלי זה אני ג'ון כבר כאדם בעד את דוקטורו ראינו שוב כאדם כאדם זה מיור סיינס ושוב אוקו זה רשמי מעמודן אדם הבכתי כאילו רסמי דעת שוב כאילו נגן כבר זה קצת אני חושב מצטרן על מה זה נקנה אני חושב אני זאתי הם יקי אז افراد بسیار فعال چرا دوره دانشجویی چرا زمانی که این ها فرصد کلام وزوی اکلیمی انشاه منفایی زنی چند هستیم یکی از سرکید و پرکار و خوش اخلاق و به ویژه خوبم تار میزنم من از این نظره شده خیلی ممنون آقای خب من حالا در ادامه صحبت هایی که شما محبت فرمودید من در از دکتریم روی ماده چگال بود که نمیدونم با جوزفسون جانکشن ها شما کسی اسمشو شنیده یا نه با چی شرس کنم بله میتونم میخورده بلندتر حرف بزنم یعنی اگر خب تا شما عوض میکنید من بگم که این جوزفسون جانکشن ها توی رژیمی مثل یه پاندول رفتار میکنن یعنی معادلاتش که می نویسین مثل معادله یه پاندوله تو رژیم نیمه کلاسیک بنابراین همون انتظاری که از یه پاندول دارید البته پاندولی که به یه معنی می چرخه و یه موجود غیر خطیه توی تا یه تقریبی توی اون سیستم های جوزفسون جانکشن هم کار میکنه و اونجا چیزی که اهمیت داره اینه که این پاندول هایی که به هم جفت میشن به یه طریقی رو بتونن با هم همزمان کنن پس مسئله که من داشتم از علل اصول مسئله سینکرونیزیشن یا همزمانی بود خب بعد از پایان دوره دکتری من آخرین مقاله‌ای که توی جوزفسون جانکشن تو اون کانتکستی که من کار میکردم بهش سایت دادم تو مقاله های دکتریم 1995 بود یعنی مسئله به یه معنی دموده شده بود دیگه بنابراین طبیعی بود که آدم بگرده دنبال یه چیزی که گرمتر باشه و به هر حال توی همین گشتنها تو همون دوره دکتری من با مسائلی آشنا شدم که توی در از تو کانتکست علوم اعصاب و مغز بود و ادبیات متفاوت بود ولی روش‌ها تا حدی نزدیک بود بنابراین از اون در از اون دروازه وارد شدم و دیگه به یه معنی تمام کارهامو متمرکز کردم رو کارهایی که مربوط به علوم اعصاب است من این یه بار برعکس نگرفتم این لیزرش اینجا یه دونه بزنم خب من عقب جلو رو هم امتحان کنم من یه مقدمه خیلی طولانی خواهم گفت کارهایی که من میکنم الان دیگه به یه معنی در مورد دینامیک شبکه های مغزی هست به طور کلی و در مورد نوسانات مغزی به صورت خاص من یه مقدمه طولانی خواهم گفت و هر چقدر که فرصت بشه بعد از این مقدمه طولانی که فکر میکنم مفیدتر از اون چیزی است که کارهایی است که خودم الان انجام میدم امیدوارم این موتیویشن رو بعد بهتون بدم که ببینید اون دست کارهایی که ما میتونیم با به یه معنی با بک‌گراند فیزیک بهش حمله کنیم چه جور کارهایی است و ما چه جور کارهایی میکنیم دوستانی که همکارانی که من تو این سخنرانی از کمک‌هاشون استفاده کردم از نتایجشون از همفکریشون این چند تای اول زهرا اصفهانی، عارف پریز، مجتبی مددی، هدیه رضایی و ابوالفضل ضیاءی مهر این سه تا فارغ التحصیل شدن، دانشجو دکتری بودن، این دوتا الان دانشجو دکتری هن کلودیو میراسو از همکار من توی مایورکا اسپانیا تو سنتر آف کامپلکس سیستمز توی مایورکا است پیتر تاس توی یونیورسیتی هاسپیتال استنفورد که اخیراً یک کارایی رو در مورد سر باش شروع کردیم اخیراً که نه دو سه سالی هست خب با این مقدمه شما حتماً این دستگاه‌های EEG یا نوار مغزی رو حالا توی لول‌های مختلفش دیدید اینا الکترودایی هست که روی سر میذارن و میتونن فعالیت‌های الکتریکی که از جمجمه عبور میکنه رو باش اندازه بگیرن
اگه به صورت تیپیکال به یه دونه نوار مغزی که از الکترودهای مختلف جای مختلف مغز گرفته شده نگاه کنید، یه چنین شکلایی دیده میشه. دو جور فعالیت رو شما میتونید اینجا تشخیص بدین. یه جایی فعالیت نسبتاً منظم تقریباً شبیه نوسان میبینید که دامنش هم معمولاً میتونه زیاد بشه، و یه جاهایی هم رفتار خیلی شبیه نویزه، یعنی بیشتر افت و خیزه تا نوسان باشه. اگر از این در اصل سری های زمانی تبدیل فوریه بگیرین، این جاهایی که نوسان خیلی حالا به یه معنی مشخصی دیده میشه، شما از تبدیل فوریتون، از اسپکترومتون یه جایی توی فرکانسی یه پیک خواهید داشت. به صورت مثال این پیکی که اینجا میبینید از این الکترود گرفته شده، این موقعی است که شما چشتون رو میبندید، سعی میکنید آرامش داشته باشید، پس سرتون یه نوساناتی به وجود میاد که بهش ریتم آلفا میگن. این اولین در اصل نوسانی بوده که توسط دستگاه ایجی ثبت شده، برمیگرده به همون سال 1945-1940 که این دستگاه اختراع شده بوده. بعد از اون خب همین آلفا رو شما اگر توی، یعنی همین آلفا که توی 10 هرتز هست حدودن، و اگه بخوابید توی قسمتی از یه لولی از خوابتون جلوی سرتون دیده میشه. خب الان رنج وسیع، گستره وسیع از نوسانات مغزی تو فرکانس‌های مختلف، مواقع مختلف، جاهای مختلف مغز، موقعی که دارید شما مثلا به چیزی فکر می‌کنید، به جایی نگاه می‌کنید، منتظر چیزی هستید، تمرکز دارید، فرکانس‌های مختلفی تو جاهای مختلف مغز به وجود میان. من می‌خوام فقط این محور زمانه، اینم حالا یه مثال دیگه است که من آوردم، این محور زمانه، اینم در اصل ولتاژه. بله، حالا نوع این هست که شما این الکترودی که اینجا هست، یه جای دیگه هم یه الکترود مرجع هست که اختلاف ولتاژ این دوتا رو دارن اندازه بگیرن. اینا، این در اصل دامنه اینا از مرتبه میکروولته، چون از پس سر کلی اینجا تضعیف انجام شده، بنابراین از مرتبه میکروولته. حالا میخوام عرض کنم که این جور نمونه گیری ها که دستگاه ایجی از پس سر یه دستگاهی است که ایکاگ میره داخل جمجمه برای بیرون قشر مغزه، و الان روشهایی وجود داره که الکترود میره داخل بافت مغز، که البته برای انسان خب قاعدتا کمتر استفاده میشه، اینا روشهای تهاجمی هست. همه این جور اندازه‌گیری ها یه جور اندازه‌گیری مین فیلده، یعنی شما قاعدتا میدونید که اونجا یه نورون هایی هستن از مرتبه چند میکرون، و وقتی شما یه الکترود پس سر میذارید، تمام نورون هایی که نزدیک اون الکترودهای شما هستن، مثلا برای دستگاه نوار مغزی از مرتبه سانتی متر هول اون الکترود هستن، داره از فعالیت اونها یه جور متوسط مین فیلد میگیره. روش هایی که داخل هرچی نزدیکتر بشین، این رزولوشن مکانی شما بهتر میشه. مثلا این الکترودهایی که داخل در اصل بافت مغزی میرن، از فعالیت نورون هایی که از مرتبه 100 میکرومتر دور اون الکترودتون هستن نمونه گیری میکنن. به یه معنی میخوام توجه شما رو به یه شکل تیپیکال تو هر دو اینا، تو هر دو این نمونه ها جلب کنم. شکل تیپیکال یه نوار مغزی که من اسمش از این بعد میذارم فعالیت متوسط یا فعالیت میانگین نورون ها، همین چیزی است که عرض کردم. یا یه نوسانی که تقریبا نوسان تمیزی هست میبینید، این نوسان ها گاهی به وجود میان، از بین میرن، خیلی موقع شبیه نویز میشن، استیبل هم نیستن، بستگی به مکان و زمان به وجود میان و از بین میرن. بله، الان عرض میکنم، هی باید من از دارم میخوام کم کم دقیق تر بشم. نورون ها به صورت تیپیکال، شاید خیلیاتون آشنا باشید، موجوداتی هستن که در از سلول هایی هستن که برای پردازش و انتقال اطلاعات ایوالف شدن. یه شاخه هایی دارن که ورودی اینجاها از نورون های دیگه احتمالا ورودی میگیرن، ببخشید اینجاها که اسمشو میذاریم دندرایت ها. این ورودی ها به یه نوعی رویشون تصمیم گیری میشه توی سوما یا جسم سلولی، و بعد توی اکسون منتقل میشه به نورون های دیگه. پس من یه سری شاخه های ورودی دارم، یه جسم سلولی دارم که البته کارهای حیاتی سلول هم اینجا انجام میشه، و یه شاخه خروجی دارم که این شاخه خروجی اطلاعات منتقل میکنه به
نورون های دیگه توی شبکه عصبی. خیلی اجمالی بگم که داخل نورون ها غشاشون تقریبا یه غشا علل اصول نارساناست، یه مولکول هایی هستن که کنار هم قرار میگیرن و علل اصول نارسانا هستن. مسئله که وجود داره اینه که داخل و خارج سلول در اصل این یون هایی که تو اون محلول الکترولیت شما وجود دارن ترکیباتشون متفاوته. من به صورت خاص عرض میکنم که بیرون سلول تقریبا مثل آب دریاست، ترکیب مثل آب دریا داره، یعنی فضای بین سلولی تو مغز ترکیبش خیلی شبیه ترکیب آب دریاست. به صورت خاص انعاز و سئل توش زیاد هستن، غلظت نمک توش زیاده. داخل سلول غلظت NA و سئل کم هست و در عوض پتاسیم و یه سری ایون های دیگه غلظتشون بیشتره. این اختلاف غلظت به علاوه یه به نوعی یه کلک دیگه ای که توی سلول ها زده شده، یه سری کانال ها هستن که به صورت سلکتیو بعضی ایون ها رو از خودشون عبور میدن. مثلا کانال هایی هستن که فقط سدیم عبور میدن، کانال هایی هستن پتاسیم عبور میدن و الی آخر. وجود این کانال های ایونی که قابلیت باز و بسته شدن هم دارن باعث میشه که یه اختلاف پتانسیلی بین داخل و خارج سلول به وجود بیاد. این اختلاف پتانسیل در حالت طبیعی وقتی که سلول در حال استراحت یه چیزی حدود منهای 70 میلی ولته، یعنی داخل از خارج به اندازه منهای 70 میلی ولت منفی تره. باز و بسته شدن این در اصل این کانال های ایونی که خدمتتون عرض کردم به واسطه اختلاف ولتاژ انجام میگیره. یعنی شما وقتی که این غشا رو میخواید فرمول بندی کنید، این غشا به واسطه اینکه نارساناست و دو طرفش هم الکترولیت هم، پس یه خازن هست اینجا حتما، و بعد چون یه سری کانال های ایونی هم هستن که از روش ایون عبور میکنه، یه سری هم اینجا مقاومت هست و یه سری باتری هست که این باتری یه جور ترجمه میکنه اون اختلاف غلظت بین یونها و بین یونهای داخل خارج. شما یه چنین مدلی برای غشاء سلول میتونید داشته باشید که مدار RC معمولیه توی نگاه اول، ولی از اونجایی که این کانال ها به واسطه نگاه میکنن به ولتاژ بین داخل و خارج و احتمال باز و بسته شدنشون به این اختلاف ولتاژ بستگی داره، این مقاومت ها متغیر میشن و وقتی که شما در اصل معادلات اینها رو می نویسین، چون خود مقاومت به ولتاژ بستگی داره، معادلات غیر خطی میشن. تمام ویژگی های در اصل جالب غشاء سلول یا غشاء نورون از همینجا به وجود میاد که معادلاتی که توصیف میکنن که علل اصول یه مدار RC هست ولی با مقاومت متغیر وابسته به ولتاژ، این معادلات غیر خطی هست. این معادلات رو میشه با دانشی که ما از مدال‌های RC داریم و نتایج آزمایشگاهی که دو نفر به اسم هاچکین و هاکسلی توی 1948 تا 52 اینا رو انجام دادن، آزمایش‌های فوق‌العاده دقیق و عجیبی انجام دادن و به واسطش جایزه نوبل گرفتن، الان ممنونیم از این دو نفر که الان به صورت دقیق ما میتونیم توصیف کنیم که این معادلات چه شکلی دارن به اسم معادلات هاچکین و هاکسلی شناخته میشن. خیلی من وارد جزئیات این معادلات نمیشم، فقط چیزی که میگم اینه که این متغیری که اینجا هست، این ایکس در اصل بردار متغیرهای ما، ولتاژ بین داخل و خارج متغیر اصلیه که قابل اندازه‌گیریه. بقیه اینا احتمال باز و بسته شدن بعضی کانال ها هستن، کانال سدیم، کانال پتاسیم و کانال های دیگه. دینامیک اینها رو میشه با این معادلات دیفرانسیل توصیف کرد که شدیداً غیر خطی هستن. خب من اگه به صورت اجمالی بخوام بگم که فرض کنیم که این معادلات رو همینجا هم میشه گفت که شما وقتی معادله دارین، یعنی اینکه پای فیزیکدان ها پای ریاضیدان ها اینجا به یه معنی باز شد. باز به صورت اجمالی اشاره میکنم که نتیجه این معادلات یا نتایج آزمایشگاهی رو غشاء سلول تا اونجایی که برای ما اهمیت داره چی هست؟ علل اصول بله. این معادلاتی که گفتی معادلات دیفرانسیلی جفت شده بودن؟ بله جفت شده هستن. در واقع مدل ایکس ندارید، منظورتون به تعداد این متغیرهایی که اشاره کردید؟ ببینید هر نورون رو، یا بهتر بگم هر قسمت از غشاء نورون رو شما با 4 تا متغیر میتونید توصیف کنید. بعد اگه فرض کنیم که هر نورون رو با یکی از این دست معادلات که خود این دست معادلات جفت شدن که 4 تا معادله هستن،
هر نورون رو با یکی از این دسته معادلات توصیف کنیم، اگر فرض کنیم که 2 تا نورون، 3 تا نورون و 10 تا نورون داریم، اینا رو باید بعداً جفت کنیم با نورون‌های دیگه. پس تو لول تک نورون ما 4 تا معادله جفت شده داریم و بعداً اگه بخوایم این شبکه‌مون رو گسترش بدیم، اینها رو و این معادلات و این 4 تا رو جفت می‌کنیم با 4 تای دیگه، با 4 تای دیگه لاغر. بعد ببینید توی آزمایش ها، خیلی آزمایش ها متنوع بودن، آزمایش های هاچکین آکسلی انجام دادن، ولی نهایتاً چیزی که این معادلات میتونن به عنوان ورودی و خروجی به ما بدن، جریان رو به عنوان ورودی ما میتونیم براشون فرض کنیم، جریانی که از غشا داره رد میشه، و ولتاژ رو به عنوان خروجی که میتونیم اندازه بگیریم. جریان رو که آزمایش رو اندازه گیری میکنیم، بعد بر اساس پیش‌بینی میشه. بله، ولتاژش پیش‌بینی میشه. چیزی تصمیم میگیره که کدوم کانال باید باز بشه، این تصمیمات از کجا گرفته میشه؟ جنس کاناله، جنس معمولا کانال های مولکول های بزرگی هستن که قطبی ان، بنابراین ولتاژ که تغییر میکنه اینا تغییر شکل میدن، و چون تغییر شکل میدن باز و بسته میشن، یعنی رسانایشون تغییر میکنه، بنابراین خود یعنی ساختار کانال چوری است که به ولتاژ حساسه، و این فرمول هایی که اینجا نوشته شده به صورت تجربی تونسته اینا رو، این در اصل وابستگی رو پیش بینی کنه. میشه جزئیات بیشتری گفت اگر در مورد نورون ها میشه خیلی حرف زد، ولی من چون میخوام به نتیجه که دوست دارم برسم اینا رو اجمالی رد میکنم، ولی میشه در موردش بعدن حرف بیشتر حرف بزنیم. عرض میکنم تمام خواصی که اینجا هست و میشه بعضیاشو که مهم هست و اینجا من برای شما لیست کردم. علل اصول نورون با این خواصی که داره یه سیستم اکسایتبل، یعنی تحریک پذیره، به یه معنی سیستم های تحریک پذیر سیستم هایی هستن که یه ترشولد، یه آستانه برای فعالیت دارن. این آستانه اینجوریه که اگه شما ورودی که همونجوری که عرض کردم جریان هست بهش بدید، اگر زیر آستانه باشه رفتار سیستم خیلی شبیه رفتار یه سیستم خطیه، یعنی شما یه چنین چیزی رو به یه مدار RC بدین، ولتاژش به این صورت تغییر خواهد کرد. اینو توی درس‌های پایه ما می‌خونیم. ولی این ورودی اگه از یه آستانه رد بشه، در اصل نورون توی ولتاژش یه انفجاری صورت می‌گیره، یعنی از اون منهای 70 میلی ولت که اینجا هست یهو تا 40 میلی ولت ولتاژ بالا میره، و از مرتبه این عرض، این از نظر زمانی از مرتبه میلی ثانیه است، و این برمیگرده به حالت استراحتش بعد یه مدتی که یه حالت استراحت ریفرکتوری هم بهش میگیم. شما اگه ورودی رو از این بزرگتر بکنید اتفاق جدیدی نمیفته، یعنی اینکه اگه ورودی که منجر به یه فایرینگ استراحت شده، به یه تولید بهش میگن اکشن پتانسیال میگن، اسپایک بهش میگن، بذارین من امروز بهش بگم ضربه، خیلی ترجمه فارسی، خیلی اینکه همه روش اتفاق نظر داشته باشن نداریم فعلا. من اسم اینا رو شلیک هم خوبه، من میگم شلیک. پس این شلیک، اینا رو اسمشو میذاریم شلیک. اگه ورودی رو بزرگتر کنید شلیک شما تغییر نمیکنه، اصطلاحا هم بهش میگن آل اور نان. اگر دو تا پشت سر هم ورودی بهش بدید که به اندازه کافی از هم جدا شده باشن، دو تا شلیک دارین. ولی اگه دومی رو خیلی نزدیک اولی کنید، دومی شلیک دیگه نخواهید داشت. این دلیلش اینه که نورونی که شلیک میکنه یه مدتی باید استراحت کنه، یعنی دیگه به ورودی هایی که پشت سر ورودی اول میان پاسخ نمیده. یه خاصیت دیگه هم من بد نیست شفا هم بهتون بگم که اگر یه ورودی ثابت به نورون بدید که باز بزرگتر از یه آستانه باشه، یعنی اینجوری باشه بیاد بالا و بمونه ثابت، نورون شروع میکنه به صورت پریودیک فایر کردن، یعنی با یه پریودی که این پریودش بسته به اینکه چقدر جریانتون رو بالا یا پایین ببرید میتونه تغییر کنه. پس این یه رژیم آخری که تو این شکل ها من نیاوردم. خب حالا اگه ما برگردیم به سوالی که آقای دکتر کردن، من با این اطلاعاتی که از ولتاژ غشاء نورون دارم و این شلیک ها در اصل مشخص کننده فعالیت یه نورون هستن، میتونم حدس بزنم که وقتی رفتار مین فیلدی از اون اندازه گیری هام به دست میارم که به این صورت هست، یه نوسان هست، نتیجهش به صورت منطقی اینه که شلیک های نورون ها به یه نوع همزمان هست. من این شکل توضیح میدم، این شکل مال ویکی‌پدیا است، یعنی این دیگه خیلی شناخته شده است این فرایند. اینجا فرض کنید که زمانه، اینجا شماره نورون هاست، من مثلا 100 تا نورون رو اینجا دارم رکورد میگیرم ازش، و هر کدوم از این نقاط نشون دهنده یه دونه شلیک یه دونه از نورون ها هستن. پس هر خط افقی فعالیت یه دونه از نورون های شبکه فرضی شما رو نشون میده.
اگه قرار باشه که من به نوعی یه متوسط از اینا بگیرم با اون اندازه گیریم، این دوتا شکل با هم به نوعی توافق دارن، یعنی هر نورونی به یه معنی مشارکت میکنه تو ساختن مین فیلد شما. اگه شلیک این نورون ها الائن شده باشه، همزمان شده باشه به اندازه کافی، اون وقت شما یه در از تغییر بزرگ دامنه توی مین فیلدتون، تو اندازه‌گیری EEGتون یا هر اندازه‌گیری دیگه‌ای که دارید می‌بینید. پس بلافاصله ما نسبت میدیم وجود نوسانات مغزی رو تو این اندازه‌گیری‌ها به اینکه یه جور همزمانی بین فعالیت نورون‌های داخل اون مجموعه‌ای که داریم ازشون رکورد می‌گیریم وجود داره. حالا سوال بزرگی که تو این سال‌ها شاید تو 50 سال اخیر مطرح بوده اینه که آیا وجود این ریتم ها فانکشنی برای مغز داره یا نه، یعنی وجود ریتم ها برای کارکرد درست مغز لازمه یا یه فرایند جنبی هستن. من یه مثال بد میزنم، مثالی که میزنم لامپه. لامپ برای تولید در اصل نور ساخته میشه، ولی حرارت هم تولید میکنه. اینکه حرارت داره فانکشن تولید نورش ربطی به حرارت تولید کردنش نداره. در اصل دو تا نحله‌ای که تو سال‌های اخیر بحثایی که بینشون بوده این بوده که این ریتم‌ها یه اپیفنومنان هستن. بعضیا معتقد بودن که مغز کار کردشو داره، این اتفاق وجود ریتم‌ها هم یه فرایند جنبیه که ربطی علل اصول به کارکرد درست مغز نداره. بعضیا برعکس معتقدن که کارکرد درست مغز به وجود این ریتم‌ها، این نوساناتی که خدمتتون عرض کردم و باز بیشتر در موردشون میگم، بستگی داره. خب بفهم. تصویر قبلیتون رو تصور کنیم یه شبکه داریم که شلیکی که اصطلاح هم استفاده کردید انجام شد، اگه این شلیک ها کاملا تصادفی باشه، یعنی رفتی به هم نداشته باشه، طبیعتاً انتظار نداریم همچین رو بیبینیم. نه، یه نویز میبینیم عملا. این فیلد شما نویز. خودتون سینکرونایزیشن یا همزمانی مثلا که اول کار راجع به جزئیات جاکشن رو گفتید، چیزی داره. به نظر میاد که اتفاق میفته، البته با ملاحظات زیادی، ولی نکته ای که وجود داره ای که این سینکرونیزیشن از نظر زمانی و مکانی توی مغز خیلی ناپایداره، یعنی به وجود میاد از بین میره، توی فرکانس های مختلف میاد به وجود میاد و از بین میره و خیلی تمیز نیست. اون مثال هایی که از نوار مغزی اول خدمتون نشون دادم اینو نشون میده، یعنی وجود داره ولی خیلی ناپایداره. یعنی اینجوری نیست که شما اینو بتونید مثلا در عرض 30 ثانیه رکوردگیری بتونید یه نوسان خیلی تر و تمیز از یه جای مغز داشته باشید. بلافاصله که شما مثلا به یه چیز دیگه فکر می‌کنید، نوسانات از بین میرن، یه جور دیگه به وجود میان، ترکیبشون عوض میشه. بفهم. اینجا اینپوتتون چیه؟ اینپوت خاصی داریم برای این؟ این الان یه شکل شماتیکه. فعلا ما فرض میکنیم که من دارم از فعالیت یه سری نورون مین فیلد میگیرم و اینو دارم نتیجه میگیرم که نوسان بزرگ دامنه نشوندنده یه جور همزمانیه، غیر از این چاره ای نداریم. اینکه از کجا به وجود اومده این سوالیه که میخوایم جواب بدیم و داریم روش کار میکنیم. ببینید، فرکانس آلفا 10 هرتز اولین چیزی که دیده شد. الان از رنج ساب هرتز فرکانس ثبت شده تا چند صد هرتز. بنابراین رنج خیلی وسیعی از گستره وسیع. من تو ابسترکت هم اینو نوشته بودم. خب یه سری واقعیت تجربی ببینیم که خیلی جالبه. این فرکانس، این ریتم آلفا تو همون حالتی که ما داریم توی میمون ها هم هست، سگ هست و موجودات خیلی پایین تر، یعنی پستاندارانی که خیلی از ما عقب تر هستن تو اِوولوشن. البته به اینکه به موش بگی که چشاتو ببند به هیچی فکر نکن کار آسونی نیست، ولی به هر حال به نظر میاد که تو همون حالت هایی که ما داریم، همون ترکیب ریتمایی که انسان داره، پستانداران اولی هم داشتن. مثال های زیادی در این مورد میشه. نکته جالب تر اینه که فرکانس های این نوسانات تو طول اِوولوشن اینا ریتم‌های مختلفه. سه تا مثال اسپیندل ویو ها هستن. من حالا مثلا اینو توضیح میدم. اسپیندل ویو ها موقعی هن که شما از خواب در اسرم میخواید تو خواب عمیق سویچ کنید، اون لحظه ای که میخوان شما رو از دنیای خارج دیتچ کنن، یه سری اسپیندل ویو یه جای مغز به وجود میاد. و نکته اینه که این اسپیندل ویو ها تقریبا همون شکلی که همون فرکانسی که برای انسان دارن، برای میمون هم دارن، برای گربه هم دارن.
گفتن اینها سخته، ولی رکوردگیری ها نشون میده اونا خوابیدن و یه جایی از خوابشون یه چنین اتفاقی میفته. برای انسان ما میتونیم اینو ترجمه کنیم، بنابراین معمولا ما برون یابی میکنیم دیگه. یعنی این ترکیب ریتما تو دوره خواب اینها هم وجود داره. این در از صحبتایی هم که میکنم معمولا اسپیکولیشنه، یعنی دقیق نیست اطلاعاتی که ما از مغز داریم، ولی به هر حال نتایج خوبی داریم. یه شکل جالب دیگه اینه که شما از موش با مغزی حدود 1 گرم تا انسان مغزی حدود 1 کیلوگرم، این همه ابعاد مغز و وزنش بزرگ شده، فرکانس این نوسانات که الان همجوری که میبینید تعداد زیادی نوسان الان اسکوزاری شده، نوسان گاما هست که حدود 30 تا 90 هرتز، نوسان آلفا که باش آشنا هستین، نوسان تتا هست که حدود 4 هرتز و الی آخر نوسانات اسلو هستن که عرض کردم زیر هرتزن، و اینها تو موجوداتی که مغزاشون به مراتب از مغزای ما کوچیک‌تره هم دیده میشه. و این به نظر میاد که توی اِوولوشن سیستم‌های عصبی بهای زیادی دادن برای اینکه اینا رو کانزرو نگه دارن. این یه دلیلی هست که آدم ها میارن که این همه بها که میشه در موردش خیلی صحبت کرد که سیستم های عصبی دادن و خرج کردن برای اینکه این ریتم ها رو نگه داشتن، حتما دلیل داشته و حتما اینه که این ریتم ها فانکشنی برای کارکرد درست مغز دارن. حالا موقع خواب فرکانسی بالا میرن. بذاری من بگم، اطلاعات منم در مورد همه اینا کامل نیست، بنابراین این که من الان جواب شما رو دقیق بدم بهتر بگم نه. یعنی بعضی چیزها رو میدونم. تصور من اینه، ولی میگم اطلاعاتم کامل نیست. یعنی صحبت اینه که تو کدوم باند فرکانسی این نظم به وجود میاد یا از بین میره، به طور کلی منظم میشه یا نامنظم میشه. اطلاعات منم کامل نیست، بنابراین منم خیلی نمیتونم دقیق جواب بدم. بذارین یه سری شواهد جالب دیگه ببینیم. چیزی که میخوام تو چند تا اسلاید بعدی بگم اینه که ترکیب ریتم ها برای آدم سالم کم و بیش یه شکلی داره. یعنی اینکه شما اگه توی حالتی باشید، مغز من و شما رو که فرض کنیم هر دومون سالم هستیم، رکورد بگیرن، کم و بیش یه نتایج یکسانی به دست میاریم، کم و بیش. ولی برای بیماری ها این اتفاق عوض میشه. یعنی این ترکیب ریتم ها تو خیلی از شرایط با وجود یه بیماری توی سیستم عصبی همزمان هست. من چند تا مثال براتون میارم. مثال اول در مورد بیمار اسکیزوفرنیه. بیمارات اسکیزوفرنی حالا هر مسائل دیگه‌ای که دارن تو شناخت این شکل مشکل دارن. این شکل توسط یه روانشناسی 1950 عرضه شد. وقتی شما میخواین تشخیص بدین که یه صورت آدمه، کسی هست اینجا تشخیص نده این صورت آدمه؟ خب منم اسکیزوفرنی. نه لزومن. حالا شاید خیلی هم آسون نباشه، ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه که بیماران اسکیزوفرنی هیچ این رو نمیتونن تشخیص بدن و این تسک فوق‌العاده سختیه. بهش میگن تسک مونی به اسم اون آدمی که این تسک، یعنی تمام مغز موقعی که شما اینو میخواید تشخیص بدید صورت انسانه، تقریبا تمام مغز درگیره. یعنی خیلی تسک سختیه، یعنی خیلی مغز باید زحمت بکشه تا بفهمه این صورت انسان. حالا اون یکی رو شما میتونید تشخیص بدید که چیه؟ آفرین. حالا نکته جالب اینه که برای یه آدمی که این از اون موقعی که این زمان صفر وقتیه که اینو نشون میدن به فرد، وقتی متوسط میگیرن از همه رکوردگیری همه مغزش، این یه دونه اسپکتروگرامه. الان میگم این چیه، این زمانه و این محور فرکانسه و رنگ پاور فرکانس رو نشون میده. میتونید دنبال کنید چی میگم. یعنی مثلا تو فرکانس 30 هرتز بعد از 200 میلی ثانیه نشون دادن این عکس، یه پیکی به وجود میاد، یعنی نوسانی تو اون فرکانس به وجود میاد. خب یه جایی هست 200 میلی ثانیه و 500 میلی ثانیه که خیلی حیاتیه برای اینکه شما بتونید اینو تشخیص بدین. این چیزا باید دیده بشه توی مغز شما. و مغز وقتی به بیمار اسکیزوفرنی نگاه میکنید اینا رو نداره، یعنی ترکیب این ریتماش به هم خورده. علل اصول میتونیم بگیم که سینکرونی توی، به این میگن
این رنج بتا هست و اینجا رنج گاما هست. سینکرونی تو رنج بتا و گاما هنگام انجام این تست کم میشه تو بیماران اسکیزوفرنی. و نکته جالب اینه که علل اصول شما اگه بتونید تشخیص بدید این ترکیب رو میبینید، این شکل همونجوری که بعضیاتون تشخیص دادید معکوس اینه که من علل اصول اصلا نمیتونم تشخیصش بدم. و یه آدم سالم هم وقتی اینو بهش نشون میدید و تشخیص نمیده این ترکیب رو ازش نمیبینید. پس این نتیجه‌ای که از این شکل میخوام بگیرم اینه که کم شدن نظم این در اصل چیزها نوسانات در اصل همزمان با یه سری کمبود توی سیستم عصبی شما. لزوماً این نمیشه نتیجه گرفت که نبود این نظم ها باعث اون اتفاق باعث بیماری شده، ولی اینا علی اصول کورلیتدن. یه مثال دیگه میزنم که این خیلی اخیره و برای من خیلی هیجان انگیز عرض میکنم. چرا بیماران آلزایمری، یه اتفاقی که تو مغز آلزایمری ها میفته قبل از اینکه آلزایمری بشن، یه ماده سمی هست بهش میگن آمیلوئید بتا، یه پروتئینیه. این آمیلوئید بتا زیاد میشه به یه دلیلی، مغز نمیتونه اینها رو از توی فضای بین سلولی خارج کنه و اینا که زیاد میشن اگریگیت میکنن، پلاک درست میکنن. همون موقع که اینا شروع میکنن پلاک درست کردن باعث مردن یه سری سلول ها میشن. بعد از مرگ سلول ها شروع میشه عوارض بیماری آلزایمر خودشو نشون دادن. ولی یه در از زمانی هست قبل از اینکه شخص آلزایمر بگیره که غلظت اینا زیاده ولی هنوز علائم بیماری نیست. اینو توی در اصل مشابه حیوانی تو موش میتونن این کار رو انجام بدن، یعنی موش رو میبرن سمت آلزایمری شدن و حالا این ریکوردینگ رو انجام میدیم. پس من موشی دارم که داره آلزایمری میشه. تو این یه جاهایی توی تسکی برای این موش که انجام میدن، یه در اصل بهش میگن سلو ویف ریپل، یه شکل موج خاصیه که این شکل موج خاص حدود 150 هرتز فرکانسشه. همون موقع که اینها دیده میشن توی یه جای دیگه مغز این موش توی فرکانس گاما حدود 40 هرتز یه نظمی به وجود میاد. این برای موش سالمه، وایلد تایپه، که این نظم رو اینجا ما نشون دادیم که فرض کنید ارتفاع این داره نظم رو نشون میده توی فرکانس گاما. برای موشی که داره آلزایمری میشه این نظم کم میشه، یعنی شدت گاما کم میشه. نکته جالب اینه که اگه شما مغز این موش رو با یه فرکانس 40 هرتز تحریک کنید روند بیماری معکوس میشه. دقت کنید، اینو نشون میده، یعنی این غلظت آمیلوئید بتاست که داره نشون میده که این به سمت بیماری داره میره. موش رو مدتی با فرکانس 40 هرتز، همین فرکانسی که خراب شده دیگه تولید نمیشه، تحریک میکنن و غلظت آمیلوئید بتا کم میشه. حالا فرآیند چی هست اون بماند، ولی نشون میده که وجود این ریتم میتونه روند بیماری رو معکوس کنه. باز به نفع اونهایی که میگن ریتم اصلا تأثیر داره، تأثیر علی داره توی در اصل فعالیت درست مغز. این فرکانس اگه بکنید 8 هرتز این اتفاق نمیفته، اگه رندوم بکنید اتفاق نمیفته. بنابراین این نتیجه که خیلی هم تقریبا اخیر هست باز به نفع این آدمهایی هست که از جمله من خیلی خوشحالم، چون کارم سینکرونی، اگه ریتما بیکار باشن ما هم بیکار میشیم. بنابراین من خیلی دوست دارم که این ریتما مهم باشن. بله، روش های مختلفی هست، یعنی یه روش هایی هست که با میدان مغناطیسی انجام میدن از بیرون مغز، نان اینویسیوه، یعنی تهاجمی نیست. یه روش هایی هست که الکترود داخل مغز میذارن، مثلا برای انسان هم برای بیماران سری این کارو میکنن. من این آزمایش رو دقیقاً یادم نیست، ولی بستگی داره که کجای مغز کار کرده درستی نداره. مثلا توی برای بیماران سری جایی میذارن که فوکس سر، یعنی از اونجا سر شروع میکنه به منتشر شدن. الاخر یه مثال آخر، من زمان هم باید یک ساعت آقای دکتر من بس. مثال آخر، این دوتا مثال از این دوتا مثال بودن که کم شدن سینکرونی همزمان بود با یه جور بیماری، یعنی نشونگر یه جور بیماری بود. من این مثال دیگه براتون بزنم. سر خیلی مثال معروفیه، شاید همتون بدونید. وقتی این سینکرونی نظم خیلی زیاد میشه تو مغز، افراد دچار حمله سرعی میشن. اونو تقریبا همتون میدونید. من مثال جالب تری دارم. مثال من بیهوشیه. برای بیهوشی پروتکل هایی هست که
به فرد حالا فرض کنید که داروی بیهوشی میدن، بعد شروع میکنن ازش سوالایی میکنن، یه موقعی هست که فرد دیگه نمیتونه جواب بده و این لول بیهوشی رو پزشکا میتونن تعیین کنن که الان کجای بیهوشی است، بیهوشی کامله یا هنوز بیهوش نیست. همون موقع که این فرد در اصل به یه معنی دیگه نمیتونه پاسخ بده به سوالاتی که پزشک میکنه، یعنی علائم بالینی بیهوشی درست میشه، توی رنج آلفا توی یه جای مغزش که توی تالاموس هست، این آلفا 10 هرتز، دوباره یه اسپکتروگرام داریم، زمان، فرکانس و رنگ پاور رو نشون میده، یه نوسان خیلی شدیدی به وجود میاد، یعنی نوسان خیلی منظمی توی تالاموس به وجود میاد. حالا تالاموس کجاست؟ تالاموس جاییه که شما ورودی های حسیتون داخل مغزه همه میرن به تالاموس و پخش میشن توی کورتکس، یعنی بینایی، شنوایی، به جز بویایی، حس لامسه و الی آخر. اینا تالاموس یه جور جبه تقسیمه، ورودی ها همه تو تالاموس میرن و پخش میشن توی پوسته مغز. به نوعی یعنی شما اگه رابطه تالاموس رو با پوسته مغز قطع کنید، شما دیگه با حواس چهارگانه‌تون دست کم هیچ رابطه‌ای ندارید و بیهوشی هم یه چنین چیزی، یعنی شما از دنیای خارجتون منفک میشید. من چجوری اینو توصیف میکنم برای اینکه بتونم بعداً بحثم رو در اصل کانسیستنت کنم؟ این مثل اینه که شما فرض کنید که وقتی نظم خیلی زیاد میشه، معنیش اینه که همه نورون‌ها دارن با هم فعالیت میکنن، یعنی شاید میلیون‌ها میلیارد‌ها نورون هستن که همزمان دارن فعالیت میکنن. اینو میتونم با این مثال که خیلی دقیق نیست بهتون بگم که شما مثلا ما اینجا داریم برهم کنش میکنیم، با هم حرف میزنیم و یهو همه شما شروع میکنید داد زدن با هم، داد زدن هم نه آروم، ولی با هم صدا اینقدر صدای شما بلند میشه که من با ایشون دارم حرف میزنم اصلا صدای همو نمیشنویم. بنابراین اینجور نوسانات، این تئوری که الان وجود داره، نوسانات خیلی پردامنه باعث میشه که ارتباط اطلاعاتی بین کورتکس و تالاموس قطع بشه، یعنی با وجود اینکه اینا در اصل مسیرهای سخت افزاری بینشون وجود داره، اما این داد زدن تالاموس، نوسانات خیلی پردامنه باعث میشه هیچ اطلاعاتی بین تالاموس و کورتکس دیگه منتقل نشه. بنابراین نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم و خیلی خلاصه بود البته، اینه که سینکرونی همزمانی زیادی و همزمانی کم به نظر میاد که باعث کارکرد نادرست مغز میشه. اما سوال اینه که چرا؟ برای این که این سوال رو جواب بدیم، باید اول تئوری‌های مطرح کنیم که همزمانی اصلا چرا به وجود اومده، چه حسنی داشته. باز هم به یه واقعیت مغز از نتایج آزمایشگاهی بپردازیم. روابطی که بین سلول‌های تو مغز هست علل اصول ضعیفه. این ضعیف به این معنی که نورون‌ها به یه واسطه‌ای به هم پیغام می‌فرستن. یعنی اکسون نورون دیدید که خروجیه وصل میشه به دندرایت نورون‌های مقصد و این سیگنال‌های الکتریکی به نوعی منتقل میشن به نورون مقصد. هر در اصل شلیکی که نورون مبدع من میکنه، یه مقدار اختلاف پتانسیل تو نورون مقصد هم درست میکنه که این به نوعی وزن برهم کنش بین این دوتاست. یعنی شلیکی که این میکنه به اندازه 100 میلی ولت ارتفاع داره، معمولا یه چیزی از مرتبه 1 میلی ولت یا خیلی کمتر توی نورون مقصد شما پاسخ درست میکنه. این 1 میلی ولت برای اینکه نورون مقصد فعال بشه کافی نیست، یعنی یه چیزی حدود 10 میلی ولت لازمه تا نورون مقصد فعال بشه. به این معنی میگم که این تقریبا یه واقعیتی که همه جای مغز وجود داره، یعنی شلیک یه نورون مبدا به هیچ وجه باعث شلیک نورون مقصد نمیشه. چاره چیه؟ چاره اینه که چند تا نورون مبدا باشن که تقریبا توی بازه زمانی با هم فعالیت کنن، که هر کدومشون اگه تونست 1 میلی ولت پاسخ درست کنه، 1 میلی ولت جمع بشه به یه معنی بشه 10 میلی ولت، نورون مقصد شما رو به فعالیت وادار کنه. پس اولین این که چرا این سیناپس ها در از این روابط ضعیف هستن، البته خودش جای بحث داره که چرا مغز به این سمت رفته که روابط ضعیف درست کنه، بعد مجبور بشه از همزمانی کمک بگیره. به هر حال این واقعیت هست و نتیجه اینه که شما اگر فرض کنید که لایه‌هایی از نورون‌ها وجود دارن که اینها توی شبکه به سمت جلو اصطلاحاً پیشخوردی به هم وصلن، اگه قرار بشه اطلاعات، یعنی این ضربه ها، این شلیک رو از لایه اول به لایه دوم منتقل بشه که اینجا من نشون دادم، این لایه اول
فرض کنید 100 تا نورون اینجا هستن، 100 تا نورون هم اینجا. اگه این قرار باشه این منتقل بشه، اینا باید این شلیک‌های لایه اول همزمان باشن. اگر اینا پخش باشن اطلاعات میمیره و تو طول این لایه‌ها منتقل نمیشه. پس برای تبادل اطلاعات بین لایه‌های مختلف مغز نیاز هست که همزمانی باشه. یعنی همزمانی نیازه که انتقال صورت بگیره. این توی جاهای مختلف دیده شده. مثال‌هایی هست که واقعاً این همزمانی اتفاق می‌افته. دو تا مثال از سیستم بویایی من آوردم برای زبرافیش و ملخ، که همون موقع که یه بوی رو در اصل بگم نمایش میدن به این ملخ، توی اون سیستم اولفکتوری بالبش که مال همون در اصل سیستم بویاییش هست، یه نوساناتی به وجود میاد. این نوسانات، این چیزی که ما الان میدونیم اینه که لازم هستن تا اطلاعات از اون سیستم بویایی منتقل بشه به لایه‌های دیگه مغزیش. و مثال‌های خیلی دیگه از شنوایی، از بینایی میشه آورد که موقعی که ورودی حسی به داخل سیستم حسی میرسه، نوسان به وجود میاد، احتمالاً برای اینکه بتونه اطلاعات منتقل کنه به لایه‌های بعدی. کارکرد دیگه‌ای که از این نوسانات ما میشناسیم و الان خیلی مبحث داغیه اینه که بهش یه اصطلاحاً بهش میگن فانکشنال نتورک. مغز ما یه ساختار تقریباً سخت افزار تقریباً ثابتی داره. یعنی مثلا جاهایی که به هم وصلن، اگه پس سر من به اینجا وصله، اینجا به اینجا وصله و اینا رو الان آدم ها تقریباً میشناسن. این ساختار تقریباً ثابته. ولی وقتی نگاه میکنن به اینکه تبادل اطلاعات بین دو تا ناحیه تو کدوم زمان چه اتفاقی براش میفته، در اصل نتایج خیلی متفاوتی میگیرن. یعنی شما وقتی به چیزی فکر نمیکنید، یه نتورکی به وجود میاد بهش میگن دیفالت مود نتورک، یه جایی حالا به یه جای دیگه داره تبادل اطلاعات میکنه، ولی این از اینجا قطع شده از نظر اطلاعاتی. و وقتی تسکای مختلف انجام میدید، حالت مغزیتون عوض میشه، این شکل‌ها عوض میشن. یعنی با وجود اینکه سخت افزار ثابته، ولی تبادل اطلاعات به صورت دینامیک هی داره تغییر میکنه. یعنی نواحی که دارن با هم تبادل اطلاعات میکنن به لحظه‌ای تغییر میکنه. تئوری که اینو توصیف میکنه خیلی قشنگه و این تئوری مستلزم اینه که هر ناحیه‌ای یه نوسانی داشته باشه. من اینو سعی میکنم، فکر میکنم دیگه میتونم مقدمه‌مو تموم کنم که میتونستم، خیلی طولانی میشه. شما فرض کنید که دو تا ناحیه از مغز هستن که سخت افزاری به هم وصلن، یعنی بینشون رابطه وجود داره و اینا نوساناتی دارن که نوسانات همزمان هستن. خب این نوسانات به یه نوعی نشون دهنده این هستن که وقتی بذارین این قراردادو بذاریم که وقتی این توی حضیض نوسان هستیم، سیستم ما این چیزا رو داره تولید میکنه، شلیک‌ها رو داره تولید میکنه. وقتی سیستم یک داره شلیک میکنه تو حضیض نوسان، یه جور برعکس اون چیزی که من قبلا گفتم، ولی اصلا مهم نیست، یعنی اینو میتونید منتقل کنید به این پیکا، ولی اینو از من بپذیرید که حالا الان بذارید پروتکلمون عوض، قراردادمون عوض کنیم، این اسپایک‌ها رو بذاریم تو حضیض نوسان. درست موقعی که این داره فعالیت میکنه، اینم خیلی آمادگی فعالیت داره، بنابراین فعالیت این میتونه منجر به فعالیت این بشه. اگه من سناریو رو عوض کنم، این نوسانات رو طوری بچینم که حضیض این با اوج اون در این دوتا رو بگیریم، در از الائن بشن، همزمان بشن، موقعی که این داره فعالیت میکنه این چشاشو بسته و موقعی که این داره فعالیت میکنه این چشاشو بسته، یعنی فعالیت‌های اینها به همدیگه منتقل نمیشه. بنابراین شما با این در از فرضیه یا با این تکنیک، مغز ظاهراً شواهد زیادی هم هست که این تقریباً درسته، میتونه دو تا ناحیه رو به هم وصل کنه یا از هم قطع کنه، با وجود اینکه اینا سخت افزاری به هم وصلن. پس وجود این نوسانات به نوعی به شما این اجازه رو میده که به صورت فلکسیبل و داینامیک روابط بین جاهای مختلف مغز و قطع و وصل کنید. پس من یه نتیجه میگیرم که این بحث رو ببندم، اینه که سینکرونی زیاد در مورد این کم حرف زدم، فقط یه اشاره مثال زدم. توی نظریه اطلاعات این تقریباً برای آدم ها روشنه که وقتی شما یه مجموعه ای از در از سیستم های دینامیکی دارین که خیلی منظم، یعنی با هم رفتار میکنن،
محتوای اطلاعاتی این سیستم پایین میاد. همجوری که عرض کردم، شما فرض کنید که 100 نفر آدم هستین و وقتی میخواید یه پیامی رو منتقل کنید، 100 نفرتون با هم یه پیام منتقل کنید و نهایتاً 100 نفر میتونید اگه همه همزمان بشید یه پیام منتقل کنید. ولی اگه فرض کنید 100 نفر هر کی حرف خودشو بزنه 100 تا پیام میشه منتقل کرد. بنابراین این دایورسیتی یعنی بی‌نظمی محتوای اطلاعات سیستم رو میتونه بالا ببره. هر چی سیستم منظم‌تر بشه محتوای اطلاعات سیستم پایین میاد. در عوض نظم موجود به انتقال اطلاعات کمک میکنه و اگه سیستم خیلی بی‌نظم باشه محتوای اطلاعات زیاده ولی منتقل نمیشه. به نظر میاد یه بالانسی بین این دوتاست، محتوای اطلاعات و انتقال اطلاعات، و مغز یه جایی بین این دوتا خودشو تیون کرده و شما به هر سمتی که برید یه مشکلی برای مغزتون به وجود میاد. نهایتاً چی تصمیم میگیره برای این حمل نرسانیشون؟ ببینید الان مدل هایی که در اصل توصیف میکنه این اتفاقات و این نتایج آزمایشگاهی رو اینه که شما اون مدل های ریاضی رو بیارید روی کامپیوتر سیمولیشن کنید و من وزن های سیناپسی رو میدونم، اطلاعات تجربی زیادی دارم از داخل مغز، اینا رو روی کامپیوتر یا روی کاغذ اگه بتونم، یعنی کار تئوری یا شبیه سازی انجام میدم و شرایطی رو تعیین میکنم که این نوسانات میتونن از بین به وجود. سیستم فضای پارامترش خیلی بزرگه، یعنی شما هر کدوم از این پارامتر رو تغییر بدین میتونید نتایجی بگیرید و کار سختیه که دقیقاً آدم بتونه حدس بزنه که تو مغز چه اتفاقی میفته که اینا به وجود میان از بین میرن، ولی دانش روبه رشدیه و الان اطلاعات کمی هم نداره. من بعید میدونم به اونجا برسم، ولی در مورد فرایند تولید این نوسانات هم در اصل کاریه که من تو 5 سال آینده حدس میزنم که تمرکزم رو این باشه و الان 1-2 سال هم است که شروع کردم. بفهم میشه خیلی زیاد میشه بله. بعد این باعث میشه که اصلا دیگه اینفورمیشنی وجود نداره. میدونی وقتی همه توی سر یه اتفاق خیلی اکستریمه که نواحی خیلی بزرگی از مغز با هم نوسان میکنن که عملا اینفورمیشن اونجا صفر میشه. دقت میکنی؟ من حالا سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که روند کارهایی که ما تو این چند ساله انجام دادیم چی بوده. همجوری که حدس میزنید من تو در از شرایط به وجود اومدن همزمانی هم به صورت تئوری هم به صورت شبیه سازی کار میکنم. ساده ترین مدل هایی که برای توصیف همزمانی وجود داره اینه که هر نوسانگری رو فقط با یه فاز توصیف کنیم. این مدل ها رو شاید دیده باشید، حدس میزنم اینجا گروه کامپلکس سیستم هست و معمولا تو این گروه ها این کارها زیاد انجام میشه. فرض کنید من دو تا نوسانگر دارم، هر یکیشون جلو میفته یکیشون عقب میفته و این معادلاتی که نشون دهنده اینه که هر کدوم با چه سرعتی دارن میچرخن این نوسانگرها و چه جوری به هم پیغام میدن، برهم کنششون چه جوریه. اگر برهم کنش طوری باشه که اگه این جلو بیفته اون یکی بهش پیغام بده که کند بشه و برعکس، این سیستم میتونه همزمان بشه. یعنی هر وقت اون جلو میفته این بهش میگه وایسا، اگه این جلو بیفته اون بهش میگه وایسا و الی آخر. کاری که من میکنم تو این چند ساله اینه که اثر دیلی رو تو انتقال در از پیغام ها بین این دوتا نوسانگر بررسی کنم. یعنی فرض کنم که این به این پیغام میده که صبر کن من بهت برسم، ولی موقعی که پیغام به این میرسه این یکی رسیده اینجا. اگه این صبر کنه عوض اینکه به این نزدیک بشه ازش دور میشه. بنابراین میشه با همین مثال ساده نشون داد که اگه شما توی انتقال توی برهم کنش ها به یه نوعی یه دیلی داشته باشید، نتایجی که انتظار دارید از سیستم های دینامیکیتون میتونه کاملا عوض بشه. دو تا رژیم میشه متصور شد از نظر کار تحلیلی، اینو میشه نشون داد که دیلی رو که شما تغییر میدید به نسبت پریود نوسان، این دو تا نوسانگر شما میتونن همزمان بشن اگه دیلیتون مناسب باشه، و اگه دیلی نامناسب باشه کاملا آنتی فیز بشن، یعنی با اختلاف 180 درجه قرار بگیرن. با یعنی هیچ چیزی رو تغییر نمیدین و فقط تاخیر تو انتقال پیام ها. این توی
دو تا نوسانگر نتایجش کاملا مشخصه، ولی یه نتیجه خیلی جالبی خواهد داشت اگه شما تعداد زیادی نوسانگر رو با همین دو تا دیلی که عرض کردم به هم وصل کنید. برای موقعی که دیلی مناسبه اتفاق خاصی نمیفته، چون نوسانگری یک دوست داره با دو همزمان بشه، دو دوست داره با سه همزمان بشه، بنابراین همشون همزمان میشن. ولی موقعی که این اتفاق میفته، اگه نوسانگری یک دوست داره با دو اختلاف فاز پی پیدا کنه، دو هم با سه میخواد اختلاف فاز پی پیدا کنه، در صورتی که سه با یک هم دوست داره اختلاف فاز پی پیدا کنه، عملا امکان پذیر نیست. این دوستی دشمنی های آقای دکتر جعفری رو حتما شنیدید، شبیه اونه. اینجا یه اتفاقی میفته به اسم داینامیکال فراستریشن، یعنی سیستم اصلا گم میکنه که کجا با اختلاف فازا باید چی باشن و بی‌نظم میشه. بنابراین شما وقتی یه مین فیلد از این بگیرید نظم می‌بینید، مین فیلد از این بگیرید همونجوری که صحبتش امروز شد یه بی‌نظمی می‌بینید. ما اینو مثلا میشه نسبت داد به اتفاقاتی که گفتم تو سیستم در از سنسوری سیستم موجودات میفته، که با تغییر ورودی که به سیستم میدید، چون دیلی خودش نیست که اهمیت داره، نسبتش به پریود نوسان نوسانگرهاتون هست که مهمه. بنابراین اگه دیلی که ثابت باشه، که تو مغز ثابته، یعنی برهم کنش بین این نورون و این نورون من، فاصله زمانی که اینا با هم برهم کنش میکنن ثابته، ولی چیزی که میتونه تغییر کنه فرکانس فایرینگ این نورون هاست و این با ورودی تغییر میکنه. بنابراین شما ورودی رو که تغییر بدید به یه سیستم متشکل از چند تا نورون، از یه حالت بی‌نظم میتونه بره به حالت منظم و دوباره بی‌نظم بشه. اینجا جاییه که این سیستم میتونه اطلاعات رو منتقل کنه به نورون بعدی مقصد، اینجا جاییه که اطلاعات به نورون مقصد منتقل نمیشه. بنابراین دیلی میتونه برای شما این امکانو فراهم کنه که بتونید با تغییر ورودی سیستمتون رو از بی‌نظمی به نظم ببرید و الاخر. من یه 5 دقیقه دیگه وقت دارم آقای دکتر ها. به صورت خیلی ساده همونجوری که عرض کردم، هر اتفاقی که تو نورون مبدأ بیفته یه اختلاف پتانسیلی تو نورون مقصد شما درست میکنه. این کارلشن اینجوریه، یعنی هر اتفاق تو نورون مبدا به صورت لحظه‌ای یه اتفاق کوچیک تو نورون مقصد شما درست. چه جوری تو این روابط با کانکت کرده با چه مدلی؟ این در اصل همین شکل موجایی که از نتایج تجربه به دست میاد، ما مهندسی معکوس می‌کنیم براش معادله می‌نویسیم. یه کار دیگه‌ای هم که باز چون من تمرکزم امروز رو همین اثر تأخیر توی برهم کنش هاست و کاربردهایی که میتونه تو سیستم‌های عصبی داشته باشه، همین اتفاقاتی که در اصل نقش دیلی توی سینکرونی هست، ما فرض کنیم که شبکه‌ای داریم که شبکه ماجولاره، یعنی یه سری من یه شبکه بزرگ دارم که برهم کنش‌های توشون هست و اینا هر کدومشون یه سری ماجول دارن که داخل اینها کانکتیویتی خیلی دنس و قویه و بیرونشون ضعیفه، ولی نکته‌ای که ما اینجا وارد کردیم اینه که نه تنها کانکتیویتی اینجا قویه، بلکه دیلی ها برهم کنش‌ها اینجا با تأخیر کمتری انجام میشه و اینجا با تأخیر بیشتری و خیلی هم معقوله، به خاطر اینکه تأخیرها وابسته به زمان هستن. شما اگر چنین چیزی رو موجودی رو در نظر بگیرین که اینم پترن کانکتیویتیشه، یعنی این داخل ماژول نشون میده که کانکتیویتی قویه، بین دوتا ماژولی خورده ضعیف‌تره، این ساختار شبکه شماست. نکته جالب اینه که شما وقتی فرکانس رو تغییر میدید، یعنی من اینجا یه سری نوسانگر دارم تو حالت خیلی ساده که فرکانسشون رو تغییر میدم، و وقتی به برهم کنش بین هر جفت نوسانگر اینها، یا حالا ما اسمشو میذاریم نورون یا شبکه نورونی، نگاه میکنید پترن های جالبی وجود میاد. دیلیتون وقتی هر اینا رو دو جور دیلی دارین، هم یه دونه بزرگ دارین یه دونه کوچیک، اگه هر دوشون مناسب باشن شبکه کاملا همزمان میشه، یعنی همه اجزایش همزمان میشه. اگه هر دوشون نامناسب باشن شبکه کاملا ناهمزمان میشه. ولی جای جالبی وجود داره که داخل اینها همزمان میشه و بیرونش همزمان نمیشه. کاربرد اینها میشه اینها رو البته نشون داد توی شکل‌های
دینامیکی که وجود داره این به صورت خاص این شکل رو نگاه کنید. این حالت اوله که رو دایره فاز این نوسانگرها رو ما میکشیم. اینجا همه همزمان هن به خاطر اینکه فرکانس هم بوده 16 هرتز. فرکانس رو وقتی میکنم 72 هرتز، هر سه تا ماجول شما از هم جدا میشن. فرکانس وقتی 240 هرتز میشه کلن سیستم ناهمزمان میشه. کاربردی که اینا داره اینه که ما دسترسی داریم به دست کم چند سال پیش این اتفاق خیلی میتونست مهم باشه. چجوری برگردم عقب؟ از اینجا برمیگردم. اگه شما دقت کنید اینجاها جاهایی است که پترن سینکرونی در از پترن روابط زمانی بین نورون‌های شما درست با پترن استراکچرال شما یکی شده و این میتونه به شما بگه که وقتی شما دسترسی آزمایشگاهی ندارید برای اینکه بتونید استراکچر شبکه رو حدس بزنید، از روی دینامیکش با یه ملاحظات خاصی میتونید این کار رو انجام بدید. من آقای دکتر فکر کنم که خب اسلاید زیاد دارم، ولی میتونیم اگه ببینم چیز نکته مهمی هست که من میخوام بگم که این کار ما برای شبکه مغزی انجام دادیم، بد نیست که چون یه اطلاعاتی توش هست. الان مردم اطلاعاتی دارن از این که کجای مغز به کجای مغز وصله. مغز رو میان پارسلیشن میکنن، البته یعنی تیکه تیکه میکنن با یه ملاحظاتی و بعد این تیکه ها رو از روش های آزمایشگاهی که کار خیلی سختی هم هست نشون میدن که این تیکه مغز به کدوم یکی از تیکه های دیگه وصله، با چه تأخیری وصله و با چه وزنی، با چه قدرت برهم کنشی. نشون داده که شده که این شبکه ها، این شبکه های مغزی که بهش میگن کانکتوم، علل اصول ساختار ماجولار دارن. ما رو همین کانکتوم ها این روش رو پیاده کردیم و نشون دادیم که شما وقتی فرکانس رو تغییر میدین، فرکانس اجزای شبکه رو تغییر میدین، جایی هست که شباهت خیلی زیادی بین دینامیک و ساختار به وجود میاد. کجا بودیم؟ اینجا بودیم و دیگه من همینجا تموم میکنم آقای دکتر. بله خیلی ممنون. تشکر از آقای دکتر. سوالی هست؟ وقتی که شما باید آزمایش ها یه سری دیتا میگیرید و میتونید یه کورلیشن یعنی سینکرونی و مشکلی پیدا کنید، بعد راه حلی که ارائه میدید برای مشکل چطوریه؟ برای سوال شما مشکل رو پیدا میکنید برای راه حلی صحبت کنید. ببینید من اول باید یه چیز بکنم، یه خود صریح بگم که ما علوم پایه هستیم. علوم پایه قرار نیست که در اصل دارو تولید کنه، قرار نیست که روش در اصل درمان بیماری پیشنهاد کنه، دست کم توی یه سال آینده، دو سال آینده. متاسفانه این روندی که توی همه دنیا که از ساینس انتظار دارن که پول در بیاد و توی ایران هم به شکل مریضش داره خیلی رایج میشه که میگن آقا شما باید سال دیگه مشکل سر رو حل کنید اگه میخواید پروژهتون، این کار ما نیست. من باید صادق باشم. درسته که ما با یه مرکزی کار میکنیم که رو سر کار میکنه، ولی قاعدتا من صادقانه به شما بگم تا 50 سال آینده من نخواهم تونست برای بیماری سر. ولی نکته ای که وجود داره اینه که تمام این اطلاعاتی که جمع میشه احتمالاً خیلی هاشون تو طول زمان اونایی که به درد نخوره از بین میره و یه سری اطلاعات میمونه و شما میتونید حدس بزنید تو این فضایی که عرض کردم پارامتراش خیلی زیادن. یعنی شما میبینید که سینکرونی زیاد میشه، ولی این که به چه دلیل سینکرونی زیاد میشه سوالیه که ما دوست داریم توی کانتکست خیلی کلی بررسی کنیم، بگیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینا میتونه باشه، کدومشون توی مغز اتفاق میفته. این برهمکنش دراز مدتی نیاز داره و ممکنه برای هر بیماری یه دلیلی داشته باشه و سیستم خیلی پیچیده است. بنابراین میخوام بگم که از ما انتظار نه، از خودتونم به عنوان